روز پیروزی، جشن بزرگ در روسیه که همه ساله به افتخار فروپاشی آلمان نازی برگزار می شود. امسال با بیش از 12,000 نظامی و 190 نوع وسایل جنگی، از تفنگ کلاشنیکوف گرفته تا موشک اسکندر و پدافند S-400. جلوه دیگر، پروازهای نمایشی 300 هواپیما در مسکو و 12 شهر دیگر کشور که میزبان رژه‌های در مقیاس کوچکتر بودند. پس از سال نو میلادی میشه گفت که روز پیروزی دومین جشن بزرگ سالانه برای مردم روسیه است. تاریخ و نمادهای مربوط به جنگ دوم جهانی در روسیه با اهمیت فراوانی نگهداری میشه و روس‌ها به این که بخشی از پیروزی در این جنگ بودن همیشه افتخار میکنند. هرچند خلاف سالهای پیش، روسیه این بار تنها یک مهمان خارجی در جشن پیروزی دارد، امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان. با آن هم رژه این روز همیشه فرصتی مهم برای قدرت نمایی دولت روسیه و حاکمیت ولادیمیر پوتین است، با نمایش جدید در این تجهیزات جنگی و سردادن شعارهای حماسی. جشن پیروزی را شاد باش میگویم. پیروزی عظیمی که اهمیت تاریخی در سرنوشت تمام جهان داشت. جشنی را مبارک میگویم که برای روسیه و مردم ما مقدس بوده، هست و خواهد بود. از جشن سال پیش که در روسیه با تأخیر برگزار شد تا حالا این کشور شاهد رویدادهای بزرگی بوده است. پرونده مسمومیت و زندانی شدن الکسی ناوالنی به اعتراضات داخلی گسترده منجر شد. رابطه روسیه با آمریکا و غرب هم تیره‌تر از هر زمانی شده. همه اینها بهانه‌های کافی برای دولت ولادیمیر پوتین است تا هرچه توپ و تانک و تیاره دارد همینجا به نمایش بگذارد. مصدق پارسا، ایران اینترنشنال، مسکو.